از نامداران تاریخ ایران که در حقیقت سهمی تاریخ به او نداده و یه نوعی میشه گفت ظلم کرده به او وسوق الدوله است. وسوق الدوله در حقیقت کسی است که اون شخصیت مقتدری است که در نوجوانیش در زمان ناصرالدین شاه به جای پدرش شد حاکم آذربایجان. پس بنابراین میشه فهمید که او از جوانی در کار سیاست و مملکتداری و حکومت قرار داشت و به همین جهت وقتی که به ریاست وزرا رسید و نخست وزیر بسیار با قدرتی شد با حکم احمد شاه و موافقت مجلس اختیارات تام و تمام گرفت و مشغول شد که مملکت آرام کنه در اون زمان مهمترین مشکلی که به وجود مده بود این بود که ده سال بعد از فراهم شدن آزادی به معنی دقیق یعنی قانون اساسی بلژیک بر پادشاهی که میخواست اون اجرا کنه در امور دخالت نمیکرد بنابراین روزنامه ها آزاد مطبوعات آزاد انتخابات آزاد در این زمان تنها مشکلی که مملکت وجود داشت هر و مرج بود و نظر اقتصادی بعد و هر تیکه ای از کشورم یه یاقی پیدا شده بود که به خودش میگفت ایارم مثل رابین هود بود ولی عملا این بخش های کشور داشت از هم جدا می شد در آذربایجان در مشهد در بلوچستان حتی در نزدیکی تهران در کاشان نایب و بقیه راهزنی فراوان شده بود راه های نام در این شرایط یک آدم مثل وسوق الدوله که تمام دوره مشروطه را در مشروط خواهی گذرونده بود برادر بزرگ قوام سلطنه هم بود به خوبی میدونست که اولین کاری که باید بکنه اینه که این محروسه جمع کنه با هم بنابراین اومد برای این کار و شروع کرد و بسیار موفق شروع کرد آدم بسیار قدرتمندی بود و مجموعاً هم به جامعه و به تحصیل کرده های جامعه ازش حمایت کردند و او داشت کاملا وضعیت جلو می برد جنگ جانی تموم شده بود امپراتوری عثمانی از هم پاشیده بود و بریتانیا بودش که داشت با فرانسه امپراتوری عثمانی رو تقسیم میکرد بنابراین در این زمان یه حادثه کوچیکی اتفاق افتاد که سرنوشت بوسوق الدوله رو عوض کرد به جای اینکه بوسوق الدوله مملکت رو اونطور که میخواست از همه پاک کرده باشه و ارتش ملی درست کرده باشه و یه قدرت مرکزی وجود آورده باشه با حفظ آزادی ها مملکت سرید رفت به طرف کودتا و بعد به طرف دیکتاتوری چرا بوسوق الدوله موفق نشد به دلیل اینکه وسوق الدوله دو تا شاهزاده ای اصیل و نسب یعنی یکی پسر بزرگ فرمانفرما فرما و یکی نوه ناصر رو وزیر خودش کرد و معمور این کرد که با انگلیسا کنار بیان چون در اون زمان روسا بعد از انقلاب اکتبر کمتر دخالت میکردند یا جونی نداشتن هنوز برای دخالت کردن و بنابراین این دخالت اون دوتا شاهزاده به اینجا رسید که اونا رفتن قرارداد معروف 1919 رو نوشتن که میلیون معتقدن که خلاف ملیت ایران بود و در نتیجه یک آدم بزرگی که میتونست آینده ای کشور رو تأمین کنه به قول ملک و شعرا بزرگترین رجل زمان بود یک مرتبه تبدیل شد به یک کسی که مملکت رو در مقابل مقداری پول به بریتانیا فروخته و بدنام شد و رفت بوسو شاعر توانایی بود در حد شعرهای متقدم در یک قصیده این وضعیت خود گفته میگه چون بدایت هر چه آیت بد شود یک بلا ده گردد و ده صد شود آتش از گرمی فتد مهر از فروغ فلسفه باطل شود منطق دروغ بسته ماند چشم عقل کنجکاو بشکند گردونه ای را شاخ گاو این آخر رو به خاطر میگه که وقتی با روزروست داشت از صحنه ایران فرار میکرد در نزدیکی کازمین یه گاو خورد و روزروس او روز رو برگردون میگه وقتی که بد میاد رویست روست رو هم گاو برمیگرد